برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای اسماعیلی، به نظر شما آیا همچنان فشارها بر شیعیان افغانستان و هزارها توسط طالبان به ویژه در ایام محرم ادامه خواهد داشت و آیا امید تغییر رویکرد توسط آنان به ویژه پس از نشست دوحه وجود دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و بینندگان شما. خدمتتون باید عرض شود که شیعیان افغانستان یکی از بومیترین مردم سرزمین افغانستان است و شیعیان افغانستان چنان که در تاریخ نوشته شده است آمده است که در زمان حضرت علی علیه السلام هزارها به شیعه به مذهب شیعه گرویدند و از آن زمان تا کنون این مذهبشان را با بهای بسیار سنگین حفظ کردند. در ادوار تاریخ سرکوب‌های بسیار زیادی از سوی سردمداران و حاکمان افغانستان صورت گرفت تا این مردم مذهبشان را ترک بکنند، اما نتوانستند. ببینید، در زمانی که طالبان در مرحله اول به قدرت رسیدند، شما شاهد قتل عام گسترده سوی طالبان در یکاولنگ، مزار شریف و چاچای افغانستان بودیم. و همچنان زمانی که طالبان در 20 سال اخیر با دولت افغانستان اینا در حال جنگ بودند، بارها اینا به مراکز شیعه حمله کردند، اما در آن زمان مسئولیت مستقیم با عهده نگرفتند. و یکی از خاطرهای بسیار بدی که من دارم، در گذشته زمانی که طالبان حاکمیت داشتن، اینا در منطقه کندیپوش در ولسوالی زابون ولسوالی شاجوی هزاران شیعه را اینا مستقیم بردن، ترور کردن و از بین بردن. و حالا هم که اینا مراسم شیعیان را محدود کردن و بهانه های مسئله تامین امنیت، اینا یک بهانه است. در حقیقت اکثر قریب به اتفاق طالبان پیرو مکتب دیوبندی و سلفی هستند و آنها مذهب شیعه را به عنوان مذهب به عنوان اسلام قبول ندارند، آنها را رافضی می‌کنند. بله، از توضیحاتتون ممنونم و تا گفتگوی آینده شما را به خدا میسپارم. عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم.